سلام و شب بخیر. امیدوارم روز خوبی رو تا این ساعت گذرانده باشید. سارا دهخان هستم و در این یک شنبه شب پنجم دی ماه در غیاب همکارم آرش سیگارچی میزبان شما هستم در برنامه روی خط. امروز هفتمی سالگرد زلزله بمه و به همین مناسبت بحث امروز برنامه روی خط به زلزله و راه‌های کاهش خسارت آن اختصاص خواهد داشت. 7 سال پیش در بامداد روز جمعه زمین لرزه شدید در بم به فاجعه ای تبدیل شد. چندین هزار نفر جان خودشون را از دست دادن و علاوه بر این تعداد زیادی از منازل و مکانهای تجاری ویران شدند. همانطور که بسیاری از شما میدونید ایران روی خط زلزله قرار داره و این نشون میده که بم اولین و آخرین شهر ایران نخواهد بود که با زلزله قوی مواجه شد. در حال حاضر مسئله نگران کننده شرایط تهران پایتخت ایرانه که به گفته صاحب نظران در انتظار یک زلزله شدیده و مدت هاست کارشناسان نسبت به مقاومسازی ساختمان ها هشدار میدن. البته تنها نگاهی به نقشه پراکندگی زلزله در دنیا نشون میده ایران تنها کشور زلزله خیز جهان نیست، ولی برخی از کشورهای دیگر جهان که با این مشکل روبرو هستن با برنامه ریزی هایی که انجام دادن تونستن از خسارات ناشی از زلزله به میزان قابل توجهی بکاهند. در برنامه امشب سوال من از شما و مهمان برنامه اینه که برای کاهش اثرات زلزله احتمالی در ایران چه باید کرد؟ از شما دعوت میکنم روی خط بیاین و در این بحث شرکت کنید. البته در این قسمت از برنامه مثل هر شب ماندانا اینجاست برای اعلام راه‌های تماس با برنامه روی خط. سلام ماندانا. سلام سارا و سلام بر بینندگان عزیزمون. همونطور که همکار عزیزم سارا بحث امروز رو معرفی کرد در رابطه با راه‌های کاهش اثرات احتمالی زلزله در ایران، میتونین با ما تماس بگیرین و نظر خودتون رو بگین. راه‌های تماس با ما وبلاگ برنامه هست به آدرس rooyekhat.blogspot.com. میتونین همچنین به ما ایمیل بفرستید به آدرس rooyekhat@voanews.com و میتونین به فیسبوک ما برین. صفحه فیسبوک ما صدای شما خط مورب روی خط هست که اونجا موضوع برنامه رو میگذاریم و نظرات شما رو خواهیم خوند. البته از راه‌های مسنجر هم میتونین بیان روی خط، شماره بیان روی مسنجر و شماره خودتون رو به ما بدین که ما با شما تماس بگیریم. بیاین تلفنی روی خط یا نظر خودتون رو خیلی کوتاه بنویسین. مسنجرهای ما یاهو مسنجر و جیمیل مسنجر هست. آدرس یاهو مسنجر ما روی خط voa@yahoo.com و جیمیل روی خط pnn@gmail.com هست که میتونید از اون طرف هم با ما تماس بگیرید. مرسی ماندانا. پس دوباره تو رو خواهیم داشت در پایان برنامه. منتظر شنیدن نظرات شما بینندگان عزیز هستیم. اگه دوست دارید روی خط تلفن با ما باشید شماره تلفن ما رو یادداشت کنید. اگر می خواهید روی خط باشید با شماره تلفن 202-692-4376 تماس بگیرید. روی خط @voanews.com و روی خط @blogspot.com دو راه دیگر تماس با برنامه ماست. زلزله از جمله بلایای طبیعیه که در خیلی از کشورها اتفاق میافته. همین چند وقت پیش یه شرکت بریتانیایی از نظر میزان آسیب پذیری کشورها در برابر زلزله بیش از 200 کشور رو طی 20 سال گذشته مورد مطالعه قرار داد و لیستی رو منتشر کرد که بر اساس این لیست کشور اندونزی، بنگلادش و ایران سه کشوری هستن که دارای بیشترین آسیب پذیری در مقابل بلایای طبیعی هستن.
نکته قابل توجه در مورد ایران اینه که بزرگترین خطر از میان انواع بلایای طبیعی که ایران رو تهدید میکنه زلزله است و در 30 سال گذشته بیش از 170,000 نفر در اثر بلایای طبیعی در ایران جان خود را از دست دادند. خب به زلزله در ایران اشاره کردم، اجازه بدین نگاهی داشته باشیم به وضعیت زلزله در ایران. در این تصویری که مشاهده میکنید نقشه ایران رو میبینید که مربوط به زلزله های ماهای جاری است که البته بزرگ نیستند. دایره های زرد نشان دهنده میزان بزرگی زلزله است. اگه بتونید خوب ببینید، همونطوری که در تصویر مرکز زلزله نگاری دانشگاه تهران میبینید، در ماهای اخیر با اینکه زلزله در برخی دیگر از منطقه ایران دیده میشه، اما تراکمش در منطقه جنوب شرقی ایران بیشتر هست. خب اگه اجازه بدید اشاره‌ای هم داشته باشیم به تهران. سایت خبر آنلاین گسل‌های شهر تهران رو خیلی جالب و واضح در یک فلش نشون داده. همونطوری که در این نقشه می‌بینید، بخشای از تهران با رنگ قرمز نشون داده شدن که نمایش دهنده مناطقی هستن که روی گسل قرار دارن. تقریبا مناطق شمالی تهران و مناطق جنوبی مثل شهر ری از جمله نقاط روی گسل در شهر تهران هستند. خب بعد از این نکات در مورد زلزله خیز بودن ایران و گسل‌ها در شهر تهران میرسیم به گزارش اول برنامه. در این گزارش همکارانم نگاهی داشتند به وقوع زلزله‌های شدید در ایران از زلزله رودبار تا زلزله بم که 7 سال پیش روی داد. این گزارش رو ببینید و بعد برمیگردیم تا بیشتر در این زمینه صحبت کنیم. ایران کشوری زلزله خیز است. این را آمار زلزله‌های بزرگ در این کشور می‌گوید. به طور متوسط هر 10 سال یک زلزله بزرگ. پیش از انقلاب زلزله‌های بوئین زهرا، خراسان و کرمان موجب مرگ 10,000 نفر شد. یکی از بزرگترین زلزله‌های 3 دهه گذشته زلزله رودبار در استان گیلان بود با شدت 7.3 درجه در مقیاس ریشتر که به کشته شدن بیش از 40,000 نفر و تخریب هزاران واحد مسکونی و تجاری منجر شد. 7 سال پیش در 5 دی ماه سال 1382 زلزله بزرگ دیگری با مرکزیت بم موجب خسارات فراوانی شد. شدت این زلزله کمتر از 7 ریشتر بود، اما به دلیل بافت گلی بسیاری از منازل خسارات زیادی بر جای گذاشت. تهران سال هاست که در انتظار وقوع یک زلزله بزرگ است. 17 گسل در اطراف تهران قرار دارد و کارشناسان می گویند ملزم کردن پیمانکاران به مقاوم سازی منازل نوساز، بالا بردن میزان مقاومت ساختمان های فعلی، ایمن سازی ساختمان های مهم دولتی، بیمارستان ها، آتش نشانی ها و مراکز امداد رسانی از جمله اقدامات کوتاه مدت برای کاهش خسارات در صورت یک زلزله احتمالی در پایتخت است. گزارش صدای آمریکا، واشنگتن. بیننده برنامه روی خط هستید و من سارا دهخان هستم. موضوع برنامه امشب ما راه‌های کاهش اثرات زلزله احتمالی در ایرانه. اگر نظری دارید یا میخواید دیدگاهتون رو در این رابطه بیان کنید، از شما دعوت میکنم روی خط بیاین و نظر بدید. شماره تلفن برنامه روی خط رو به صورت زیرنویس میبینید. میتونید با ما تماس بگیرید و شماره تماستون رو به ما بدید. همکارانم سعی میکنن با شما حتما تماس بگیرن. اگر هم مایل هستید میتونید از طریق مسنجرهای یاهو و جیمیل شمارتون رو برای ما بفرستید تا همکارانم به شما زنگ بزنن. لطفاً فراموش نکنید که همراه با شماره اسمتون و شهری که از اون تماس میگیرید رو هم اعلام کنید. خب قبل از معرفی وبلاگ های این بخش یادآوری کنم که میتونید به وبلاگ برنامه روی خط سر بزنید و نظر بدید. ماندانا در اتاق فرمان نظرهای شما رو دریافت میکنه و در پایان برنامه میخونه. روی خط .blogspot.com آدرس وبلاگ ماست که میتونید نظراتتون رو برای ما بفرستید. این نکته رو هم یادآور بشم که میتونید در نظرسنجی که در سمت چپ بلاگ قرار داره و متناسب با موضوعات روزانه برنامه روی خط شرکت کنید. اجازه بدین اشاره هم بکنم به نظرسنجی دیروز. اگه یادتون باشه ازتون در مورد معیارتون برای انتخاب اسم پرسیده بودیم برای فرزندانتون. بر اساس نتایج تا این لحظه 75% گفتن اسامی ایرانی رو بیشتر میپسندن، 45% گفتن با توافق همسرشون اسم میذارن و 16% از پاسخ دهنده ها گفتن ترجیح میدن متناسب با وقایع اجتماعی و سیاسی اسم انتخاب کنن.
امروز هم سوال نظرسنجی ما در مورد راهکارهای کاهش زلزله احتمالیه که از شما دعوت میکنم در این نظرسنجی شرکت کنید. برنامه روی خط متعلق به شماست و نظرات و دیدگاه های شما برای ما اهمیت زیادی داره. خب بعد از وبلاگ روی خط برسیم به دو وبلاگی که برای این بخش انتخاب کردید. اولین وبلاگ پایگاه اطلاع رسانی زمین لرزه های ایرانه که روزبه قمصری اون رو می نویسه. نویسنده این وبلاگ به صورت خیلی تخصصی مسائل مربوط به زلزله رو دنبال میکنه و اگر شما هم علاقمند به تازه ترین اطلاعات در مورد زلزله در ایران هستید میتونید این وبلاگ رو بخونید. روزبه قمصری تقریبا در مورد اکثر زلزله های ماهای گذشته در وبلاگش نوشته. اما دومین وبلاگ امشب ما به دکتر مهدی زاره اختصاص داره. دکتر زاره از فارغ التحصیلان زمینشناسی دانشکده علوم دانشگاه تهرانه و در حال حاضر معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله شناسی ایران هستند. به نوشته این کارشناس زلزله اخیر کرمان در منطقه روی داد که جمعیت زیادی در آن ساکن نیست و اگر در نزدیکی یکی از شهرهای بزرگ اتفاق می‌افتاد فاجعه‌ای چون زلزله بم را رقم می‌زد. به نظر نویسنده این بلاگ این موضوع کاملا جدیه و با شوخی‌های شبیه اختراع فناوری و سامانه‌های پیش‌بینی زلزله نمی‌توان با آن برخورد کرد. زلزله اخیر استان کرمان هشدار مهمی بود تا برای اتفاق‌های مخرب بعدی آماده باشیم. در پایان این بخش این نکته رو هم اضافه کنم که موضوع برنامه امشب روی خط و هر شب دیگه‌ای که موضوعش براتون جالبه رو می‌تونید از طریق توییتر برنامه روی خط هم دنبال کنید. و در اینجا میرسیم به نظرات و دیدگاه های شما عزیزانی که روی خط تلفن با ما هستید. رضا از کانادا رو داریم روی خط. سلام بر شما رضا، صدای منو میشنوین؟ بله صداتون رو دارم خانم. خوبید؟ انشالله که روز خوبی داشته باشید خانم. ممنون. شما هم همینطور. نظر شما، آیا شما تجربه ای از زلزله داشتید؟ حضور شما عرض کنم بله تجربه مختصری داشتم، ولی چون کار خودم مهندسیه به خاطر همین مسئله اساسی در زلزله یکی از در حقیقت میشه گفت مسئله خیلی مهمه در ایران و اونم برمیگرده به در حقیقت فالو کردن یا بهره‌گیری بهره‌مند شدن از استانداردهایی که در حقیقت در علوم مهندسی برای ساخت و ساز می‌گذارم. ولی متأسفانه در کشوری که برای مثال تراکم یا طبقه رو که یک مثلا شما سه طبقه دارید میخواید یه طبقه اضافه چهار طبقه داشته باشید تراکم فروشی میشه، اون موقع دیگه استاندارد میاد بیرون. وقتی که استاندارد بیاد بیرون خب تمام این علم و تمام این محاسباتی که ما برای ساختن یک ساختمان یا حالا هر کار دیگه ای که میکنیم همه اینا در حقیقت از در میره بیرون. بله رضا، آیا شما آشنا هستید با اصول ساختمان سازی در ایران؟ به هر حال تو چون کارم مهندسی راه ساختمان نیستم، ولی بله آشنا هستم. خب یعنی به نظر شما این ساختمونا بر اساس استانداردهای موجود ساخته نمیشن؟ ببینید در ایران یه حالتی داره که یا یک سری آندر استانداردن یا یک سری در حقیقت اوور دیزاینن. خب اونایی که اوور دیزاینن که خب مشکلی ندارن، به هر حال وامیستن ها هیچ چیزی ندارن، ولی اونایی که در حقیقت یک ساختمانی که طراحی شده برای مثلا 8 طبقه و با خرید یا پول دادن به شهرداری شما میتونید مثلا 3 طبقه هم بذارید روش، خب اینجاست که اون محاسباتی که شما برای 8 طبقه کردید از در میره بیرون، دیگه به عمل نمیاد. یا بعضی از شهرداری‌ها شما حتی مثلا میسازید و تموم که میشه یک چیز اضافه‌ای که مثلا میخواد بزنید و محاسبات عوض کنید، میگن مثلا شما جواز یا عوض کن یا که بیا مثلا یک پولی بده ما جواز عوض کنیم. بله. این موقع این مسئله نیست که بگن محاسبات عوض کن. ببینید پول داده. ممنون رضا، اگه اجازه بدین شما روی خط بمونید تا ما بتونیم به بیننده های دیگه مونم برسیم. سیامک از تهران داریم، بعد دوباره شما رو خواهیم داشت. سلام بر شما سیامک از تهران. روز شما خانم دهقان، خسته نباشید. ممنون. نظر شما چیه؟ آیا شما تجربه‌ای داشتید از زلزله؟ خدا نکنه کسی زلزله رو تجربه بکنه، ولی من میخواستم خیلی کوتاه عرض بکنم که زلزله، مبحث زلزله خیلی قابل پیشبینی نیست. این مسئله رو روشن بکنید برای بینندگانتون، این که حد میزنن دوستان که
ادعا میکنن که ما دستگاه زلزله نگار گذاشتیم 48 ساعت دوتر، 82 ساعت دوتر، 72 ساعت دوتر میتونیم پیش بینی کنیم. اینها تقریبا منتفیه، چون اصلا علم زلزله نگار یک علم نوینیه، مثل هواشناسی نیست. این مثلا دومی که در بحث زلزله ما دو تا مبحث کلی داریم، اون هم مبحث تمهیدات قبل از وقوع زلزله و تمهیدات بعد از وقوع زلزله است. یعنی اینکه اگر این دو تا مبحث رو تفکیک کنیم و راجع به این بحث کنیم، فکر می‌کنم هم مفیدتر باشه برای بینندگانتون هم مسئولین. بله حتما مسئله پیش بینی زلزله رو از لحاظ علمی با مهمان برنامه هم در میان خواهیم گذاشت. ممنون از شما و بهروز رو داریم از برزیل. سلام بر شما آقای بهروز، صدای منو میشنوید؟ الو سلام. سلام بر شما. خب من میتونم نظر بگم؟ خواهش میکنم بفرمایید نظر شما چیه؟ شما چه تجربه داشتید و چی فکر میکنید در مورد زلزله؟ من تجربه زلزله رو داشتم، ولی فکر میکنم که به قول سیامک نمیشه زلزله رو پیش میگه حداقل الان، ولی برای پیشگیریش یا برای پیشگیریش احساس میکنم که بهتره که حداقل توی شهرهایی که زلزله خیز هستش و این ما میدونیم، حداقل ما این همه تعطیلی داریم در کشورمون، حداقل چند روزشو به صورت اتفاقی بیان یه حالت فوق‌العاده ایجاد کنن تا ببینن که مردم چقدر آماده هستن. خب آیا به نظر شما فرد آدما میتونن نقش داشته باشن در مثلا کاهش خسارات و تلفات زلزله و یا نه همه چیز بر دوش دولت هست؟ نه صد درصد همه مردم نفس دارن، چون این بلا برای همه مردم هستش موقعی که اتفاق میفته، نه برای دولت. بیشتر آسیب رو مردم میبینن، به خاطر همین به نظر من بهتره که توی چند توی زمانهای مختلف بیان اینو به صورت اتفاقی اعلام کنن، حتی اگر شده به اشتباه که بگن زلزله و حالت یه حالت مردم رو قرار بدن که مردم ببینیم چیکار میشه. من احساس میکنم که موقعی که زلزله میاد یا حتی بیان میشه که زلزله قرار بیاد، مردم ناخودآگاه یه حالتی قرار میگیرن که یه حالت خیلی به خاطر استرس، خیلی به خاطر اینکه نمیدونن باید چی کار بکنن، اصلا همون احساس میکنن که همون باعث خسارتش بیاد. بله پس در واقع به نظر شما آموزش مهم هست در کاهش؟ ولی به نظر من فقط گفتار مهم نیست، که مردم تو تجربه نکنن احساس میکنم که نمیتونن تجربه کافی رو بگن، یعنی فقط با آموزش نمیشه. به نظر من که یه سری آموزش ها رو باید به صورت اینطوری مردم ببینن اینطوری. بله ممنون، ممنون از اینکه تماس گرفتید، روی خط با ما بودید. ابراهیم رو داریم از بم. سلام بر شما. ابراهیم صدای منو دارید شما؟ بله صداتون دارم. سلام بر شما. سلام بر شما خانم، شبتون بخیر، خسته نباشین. ممنون، شب شما بخیر. نظر شما چیه؟ تجربه شما چی بوده از زلزله آقای ابراهیم؟ والا ما که تجربه خوبی داریم از زلزله بم، یعنی نه اینکه خوب، تجربه ناگواری داریم از بم. قبلا بم به صورت خشت و گلی و آجری بود، بعد سازه‌هاش ضعیف بودن. الان با نظر خدا یاری دولت و ملت سازه‌هاش همه بتونی هستند و استانداردند. همین چند روز پیش اگه خبر شده باشین که زلزله 6.5 ریشتری اومده بود، همین حوالی 45 کیلومتر بم بود دیگه، هیچ تلفاتی ما نداشت، حتی 4 تا اون 4 تا هم که بودن باز اونان در سازه‌های غیر استاندارد بودن. الان در بم، یعنی به نظر من در یعنی در شاید نگم در دنیا، در ایران بم اول هسته. بعد باید سازه ها محکم باشن و بعد آموزش، درست آموزش بگن اول. سازه ها وقتی که محکم نباشن، انسان خوابه چطوری میتونه از آموزش استفاده کنه؟ وقتی خوابه خب میاد این سازه ما رو آدم، اول سازه های محکم مثل الان، بعد آموزش هم پشتش باشه، آگاهی هم باشه، تا ما دوچاره چنین آسیبایی نشیم. پس به نظر شما اولین کاری که باید کرد مقاوم سازی ساختمان ها هست؟ بله مقاوم سازی، بله مقاوم سازی. الان نظر خدا بم کلا ساخته شده، دیدین از رسانه ها
خدایش الان ما بمون بهترین شهر در ایران در دنیا مستحکمه، یعنی ما جایی نداریم که مثل بم محکم باشه. الان تا زلزله 8 و 8 نیم ریشتری ساختماناش قشنگ ایستادن، همین زلزله اومد تو بم لرزوند ولی هیچی بیرون نرفت. مرسی آقای ابراهیم از اینکه با ما تماس کردین، حتما اینو با مهمان برنامه هم در میان خواهیم گذاشت. ببینیم که تلفن دیگری داریم، سیامک رو هنوز داریم از تهران میدونم و سهیل رو داریم از مشهد، نظر ایشون رو هم حتما میخوایم بشنویم. سلام بر شما. الو. سلام آقای سهیل. سلام عرض میکنم خدمت شما. سلام، نظر شما در مورد اقداماتی که باید انجام بشه برای کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله چی هست؟ برخی میگن مقاوم سازی ساختمان ها مفیده و برخی دیگر میگن آموزش، نظر شما چیه؟ به نظر من یه تلفیقی از همه این موارد میتونه کمک بکنه. الان نگاه بکنید، ما یکی از ابتدایی ترین کارهایی که میتونیم بکنیم قبل از مقاوم سازی، مقاوم سازی به نظر من پله دومه. قبل از مقاوم سازی ما بریم به سمت این که توی نقشه های جامعه شهری و کشوری، اون چیزایی که حالا تو وزارت مسکن و شهرسازی یا نهادهای مشابه مثل این باید انجام بشه تو کشور، ما بیایم کاری بکنیم. مثلا جایی که گسر هست ما نریم خونه بسازیم. الان شما ملاحظه بفرمایید تو تهران، من دو سه سال پیش که یه زمین لرزه حوالی تهران اینا اومد، واقعا خب مردم چند روز با استراب و اینا بودن، یعنی اون یکی دو روز هم بعدش پس لرزه می اومد، دانشجو بودم من خودم تهران. الان شما نگاه بکنید تهران رو به بزرگی دارن التماس میکنن، میگن همه جور امکاناتی بهتون میدیم بده تهران برید اینجا رو گسل، اینجا ترافیک داره، آلودگی هوا داره. یه تعاملی باید میان مجموعه دولت و مردم باشه، هم تو بحث مقاومت سازی دوستان دیگه خیلی خوب اشاره کردن. پس آیا شما فکر میکنید که موثر هست اینکه مثلا یه جمعیتی از شهر از پایتخت خارج بشن و به شهرهای دیگه برن؟ آیا فکر میکنید این میتونه موثر باشه؟ این تو اون بحث کارشناسی اول برنامه‌تون اشاره کردید، قبلا هم بارها گفته شده، حالا نمیخوام خدای نکرده سیاه نمایی کنیم مردم رو به ترسیم، ولی میگن حالا بر طبق گفته کارشناسا وقوع زلزله تو تهران تقریبا حتمیه. ما الان اگر تهران رو بدون اون سرریز جمعیت روزانش بگیم جمعیتش 10 میلیونه، واقعا اگر 5 میلیون نفر از تهران برن همین ابتدا به ساکن، ما برای مقابله با زلزله جلوی نصف از تلفات رو گرفتیم، ما برای نصف بعد میتونیم برنامه ریزی بکنیم. اگر واقعا جمعیت از تهران برن شهرهای خودشون، برن شهرهای اطراف، بله. یا اصلا بیاد بریم به سمتی که ما رو جاهایی که گسل زلزله نیست بریم شهر. بله، ممنون از شما آقای سهیل، مرسی، ممنون از اینکه روی خط با ما بودید. و پیش از اینکه مهمان برنامه رو در استودیو داشته باشیم، توجه شما رو به گزارش کوتاه دیگری جلب می‌کنم. همکارانم در این گزارش نگاهی داشتن به زلزله هفته پیش در استان کرمان و جزئیات آن. جدیدترین زلزله در ایران 30 آذر در جنوب شرقی استان کرمان روی داد که حداقل 8 کشته بر جای گذاشت و به اماکن مسکونی و تجاری نیز خسارت وارد آمد. کارشناسان اعتقاد دارند چون در نزدیکی کانون این زلزله شهری وجود نداشت، میزان تلفات به نسبت کم بوده است. مرکز لرزه‌نگاری ایران تنها در 35 روز اخیر 19 زلزله بالای 4 ریشتر را در 13 استان ایران به ثبت رسانده. بنابر اعلام مرکز لرزه‌نگاری ایران، از ابتدای آبان ماه تا نیمه آذر ماه در حدود نیمی از استان‌ها تکان‌هایی با متوسط شدت 4.5 ریشتر رخ داده است. نتایج یک تحقیق که بر روی بیش از 200 کشور دنیا صورت گرفته نشان می‌دهد ایران بعد از اندونزی و بنگلادش سومین کشور آسیب‌پذیر در برابر حوادث طبیعی است. گزارش صدای آمریکا، واشنگتن. اما مهمان برنامه امشب روی خط نیکاهنگ کوثره که برای بسیاری از شما چهره ای آشناست. درسته نیکاهنگ کوثر رو بیشتر از طریق کارتون ها و فعالیت های مطبوعاتیش میشناسین، ولی اینکه چرا از او در برنامه در رابطه با زلزله دعوت کردیم رو بهتر از خودش سوال کنیم. سلام بر شما آقای نیکاهنگ کوثر، ممنون از اینکه در برنامه روی خط شرکت کردید. متشکرم، سلامت باشین. نباید به اون سوالتون جواب بدم دیگه؟ بله. خیلی خوب. متهم زمین شناسی خونده و البته من سالها مطالبی رو درباره زلزله و مسائل مختلف در حقیقت پوسته زمین در ایران در مطبوعاتمون می‌نوشتم
و این در حقیقت ارتباط من با زلزله اصلا اتهام های دیگر رو بگیم من در خدمتتونم. شما رو به عنوان زمین شناس ما در جایگاه یک زمین شناس در برنامه روی خط امشب داریم. خب اگه موافق باشید با زلزله بم شروع کنیم که امروز هفتمین سالگرد اون هست. آیا واقعا این زلزله بم رو میشد پیش بینی کرد؟ چون خیلی از دوستانم اشاره کردن که واقعا زلزله قابل پیش بینی نیست. پیش بینی مسئله بسیار پیچیده‌ایه که هنوز به نظر میاد خیلی کار داریم تا به پیش بینی دقیق یک زلزله برسیم، اما اینکه مثلا بگیم در بم سابقه طولانی داشتیم از زلزله‌های مختلف نه، چرا؟ به این دلیل که ارگ بم عملا سالم بود، این اگر در اونجا زلزله تاریخی رخ داده بود در طول 2000 سالی که ارگ بم در اونجا سوار بود حتما متوجه می‌شدیم، حتما گسل‌های در اونجا می‌دیدیم، شکستگی‌های می‌دیدیم. به نظر میاد که گسلی که در اون منطقه عبور میکرد که کاملاً گسلی راستگرد هست و زلزله 6.5 ریشتری در عمق فکر کنم نزدیک 8 کیلومتر زمین در اونجا اتفاق افتاد، فکر میکنم عملاً سالهای سال کسی اصلا توجهی بهش نکرده بود. اما اینکه آیا اتفاقهای قبل از زلزله میاد، حتما اتفاقهای میفته، منتها ما معمولا توجهی نداریم. ترکیب گازهای برخی از چشما ممکنه تغییر بکنه، چینی ها حتی توجه دارن میکنن به اینکه بعض نوع ابرهایی که در یک منطقه ظاهر میشه ممکنه پیش از زلزله متفاوت باشه، ولی هنوز اینکه بگیم میشد پیش بینی کرد نه، به نظر من خیلی سخت بود. البته ما شبکه بخونه پهنه لرزه سنجی خیلی خوبی هم نداریم، با اینکه خیلی تلاش کردن که این درست بکنن و بتونن بر اساس وضعیت لرزه ها بتونن پیش بینی بکنن که اتفاقی میتونه بیفته. پس علائمی داره از لحاظ علمی میشه تا حدودی پیش بینی کرد. شاید حیوانات از انسان ها زلزله شناسای بهتری باشن، اونو خیلی سریعتر متوجه میشن. خب به تهران میپردازیم. با وجود گسل‌هایی که اطراف تهران وجود داره، اینکه سال‌هاست تهران در انتظار وقوع زلزله است که بینندگانمون میگفتم که این وقوع زلزله حتمی است، یعنی اصلا نمیگفتم احتمال داره. خب مردم ترسیدن، ولی واقعا چه خطراتی تهران رو تهدید میکنه؟ ببینید گسل‌های بسیار مهمی تهران رو احاطه کردن، از اون طرف بین گسل‌ها شبکه‌ای از گسل‌های کوچکتر رو دارید و بسیاری از مناطق مسکونی تهران عملا یا در کنار گسل هستن یا اصلا روی گسل‌ها قرار دارن. و گسل‌های اطراف تهران شاید مهمترینشون گسل مشافشن باشه که شمال در حقیقت شرق تهران میگذره، گسل شمال تهران هست که در محل نزدیک سد لطیان با گسل مشافش هم تقاطع دارن این دوتا که خیلی خطرناک میکنه، گسل بی بی شهربانو هست، همچنین گسل های دیگه که مثلا امتداد گسل های در غرب تهران هستن. هر کدوم از این گسل ها اگر فعال بشن بنابرای میزان قدرت انرژی که آزاد میشه ممکنه از چند هزار تا چند صد هزار نفر قربانی بگیرن و این مسئله بسیار جدیه. تحقیقاتی که ژاپنی ها و ایرانی ها انجام دادن در دهه 70 خیلی واقعا هشدار دهنده است. مثلا گسل بی بی شهربانو اگر بخواد به قدرتی که مثلا در چند صد سال قبل فعال شده بود اثر بگذاره، به دلیل اینکه در جنوب تهران شما امکانات خیلی خوبی ندارین، زیرساخت بسیار سسته، کوچه ها بسیار تنگ هستن، یعنی خود زلزله که اتفاق بیفته بسیار از شهروندان متاسفانه قربانی اون خواهند بود در لحظه اول، اما نجات دادن اینها به دلیل کوچه های بسیار تنگ که در جنوب تهران داریم بسیار سخته، تراکم جمعیت بالاست، در مناطق مثل 13 17 20 اتفاق بسیار ناگواری خواهد افتاد. بعد انفجارهایی که اتفاق خواهد افتاد به خاطر قطع لوله های گاز و همچنین به قول من قطع شدگی برق خواهید داشت، شبکه‌های مخابراتی از بین خواهد رفت. پیش از اینکه به این مسائل برسیم میخواستم در مورد همین تأخیر در فعال شدن گسل‌ها بپرسم، چون اشاره کردید که به هر حال اینا انرژی دارن، آیا این تأخیر میتونه پیامدهای رو در پی داشته باشه؟ متأسفانه پیامدش منفیه، به این دلیل که هرچه انرژی بیشتری جمع بشه و تو زمانی که به قول من قفل گسلی آزاد بشه و در حقیقت زلزله اتفاق بیفته انرژی بیشتری جمع میشه. الان مثلا من یه گزارش خوندم چند سال پیش که گسل مشافشم سالانه 5.5 سانتی متر اگه اشتباه نکرده باشم داره اختلاف ارتفاع رو نشون میده، یعنی جابجایی داره صورت میگیره، یا اگه جابجایی هم در نقطه قفل صورت نگیره زمین داره برجسته میشه، یعنی انرژی داره اونجا تجمع پیدا میکنه و این به طور خیلی طبیعی است. من تو یه نکته من بگم، زلزله طبیعی ترین اتفاقی است که در زمین میفته. ما انسان هستیم که به خاطر ساختن ساختمان های نامناسب و بدون توجه به اصول ساختمان سازی و شهرسازی میام در نقاطی که عملا نامناسب هستند
خونه سازی میکنیم، شهرسازی میکنیم، جاده‌های نامناسبی رو ایجاد میکنیم و بدون توجه به در حقیقت مکانیک خاک و در حقیقت مکانیک سنگ‌های اون منطقه میایم خانه‌های ساختمان‌های بلند مرتبه درست می‌کنیم، مثل برج‌های شمال تهران در مناطق الهیه، فرمانیه، کامرانیه که اینا خیلی‌هاشون قبلاً باغ بودن. شما عملاً اومدین روی خاک دستی برج‌های رو درست کردید، برج‌های بسیار بلند. ممکنه مثلا در یک کوچه در الهیه 6 تا برج داشته باشید که هر کدوم مثلا صدها خانوار زندگی می‌کنن درش و با یک زلزله اگر اتفاق بیفته کی می‌خواد نجاتشون بده؟ مثلا فکر کنید که اگه مثلا میگن این گسل‌ها مثلا قسمت شمال تهران هستن، آیا این ساختمون‌ها موقعیتی که اونا قرار دارن نسبت به گسل‌ها چقدر میتونه مؤثر باشه؟ یعنی در واقع چقدر اون موقعیت گسل‌ها نسبت به اون ساختمونی که ساخته شده میتونه تأثیر داشته باشه؟ در چه موقعیتی با قرار بگیره؟ در ترکیه که زلزله اتفاق افتاد چند سال پیش، دکتر مهدی زاره که اینجا عنوان کردیم وبلاگش رفت و تحقیقاتی اونجا انجام داد. ممکنه ساختمانی در کنار خود گسل اتفاقی براش نیفته، ولی ساختمانی که ممکنه فاصله بیشتری داشته باشه اتفاقی براش بیفته، بستگی به در واقع طول موج گسل داره، میزان انرژی داره، نوع زلزله داره. این خیلی مسئله مهمی است که ببینیم چه نوع زلزله اتفاق افتاده که اینجا زلزله شناسان واقعا میتونن نظر بدن و متخصصان ساختمان. اما بخش عمده در واقع اگر طول موج بلند باشه، چه نوع ساختمان‌های طول موج متوسط باشه، چه نوع ساختمان‌های خراب میشن، اینا خیلی مؤثره. و قدرتی که زلزله در واقع از طریقش آزاد میشه و همچنین مدت زمانش، شما اگر زلزله در واقع رودبار رو به یادتون باشه یا خیلی از بینندگانتون، در زمانی بود که مردم بیدار بودن در تهران، چون موقع جام جهانی بود، بازی برزیل و اسکاتلند بود، خیلی از شهروندان در رودبار بیدار بودن و با تکون خارج شدن. اگر خیلی از اونها بیدار نبودن، خیلی دیگه ما قربانی بیشتری داشتیم. عوامل مختلفی واقعا میتونه دخیل باشه. بله، حالا تو این 5 دقیقه فرصتی که داریم میخوام به اقداماتی که دولت‌ها در طول این سال‌ها انجام دادن بپردازیم. به نظر شما چه اقداماتی انجام دادن، چه اقداماتی باید انجام میدادن که ندادن؟ در زمان فکر کنم در دهه 60 بود که وزارت مسکن به همراه سازمان زمین‌شناسی اومدن تحقیقات گسترده‌ای رو راجع به در حقیقت پهنه زلزله لرزه‌سنجی تهران یک تحقیقات مختصری انجام دادن. دکتر مانوئل بربریان که اون زمان کارشناس به قول من بزرگترین کارشناس زلزله ایران بود، گزارش رو تهیه کرد که به گزارش 5 بربریان معروف هم هست. این گزارش بسیار هشدار دهنده بود و به دولت وقت هم هشدار داده شد که بایستی تصمیم بگیرن نسبت به انتقال بخش‌های مهمی از پایتخت. موقع جمعیت تهران جمعیت امروزیش نبود. وقتی دولت عوض شد و هاشمی رفسنجانی سر کار اومد، این گزارش هم باز ارائه میشه به دولت. اما شهردار وقت، شهردار جوان وقت آقای کرواس چی میگه؟ لزومی نداره که ما شهر رو جابجا کنیم، بخشای عمدش رو. و اتفاقی میفته که مثلا در برزیل افتاد. برزیلیا یک شهر، یک پایتخت جدید اداری شد و عملا خیلی رونق شهر مثلا ریو رو نداره. ولی اتفاق بدتر که افتاد بعد از جنگ و دوران بازسازی، تهران بزرگتر و بزرگتر شد بدون توجه به در حقیقت اصول ساختمان سازی و بدون توجه به وضعیت گسل‌های تهران. اومدن خیلی از نقاط تهران رو گسترش دادن و توجه زیادی هم نشد. درسته پژوهشگاه زلزله و جاده زلزله شناسی ایجاد شد، تحقیقات مشترک ایران و ژاپن انجام شد، ولی بر اساس اون تحقیقات عملا کاری نشد. یکی از مباحثی که در شورای امنیت ملی چند بار مطرح شده، جابجایی پایتخت یا بخش اداری هست. این میتونه خیلی کمک بکنه، چون به صورت بخش عمده از مردمی که میان به تهران برای امور اداری خودشون میان به تهران. شما یک سری سازه ها دارید، یک سری ساختمان‌ها دارید که موقتا در اونجا زندگی میکنن. جمعیت تهران هم جمعیت ثابت نیست، میان و میرن، عبوری هستن. به هر ترتیب جابجا شدن بخش اداری میتونه کمک بکنه، اما هیچ وقت به طور دقیق اعلام نشده که چه سایت هایی عملاً برای پایتخت اداری ایران مناسب ترین بوده. به نظر میرسه که بعضیا برای خرید و فروش زمین در حقیقت سری فعال میشن اگر متوجه بشن که کجا قرار پایتخت بشه. این یکی از مشکلات بزرگه. اما آموزش مسئله مهمتری هست که باید توجه بکنیم. تقویت زیرساخت‌ها، تقویت بنایی که وجود داره، اما خیلی از ساختمان‌هایی که در تهران عملا امکان تقویت نداره و دولت هم عملا توجهی نمی‌کنه. یعنی هم دولت هاشمی رفسنجانی در این قبال مسئول بوده، هم دولت خاتمی و هم دولت احمدی نژاد. از طرف دیگر وزارت کشور و شهرداری خیلی بایستی مسئولیت ازشون خواست. من شاخص رو می‌ذارم، مثلا شهرداری تهران در سال‌های 68 تا 76 که توسعه اساسی رو شما در تهران می‌بینید، برج سازی‌ها رو می‌بینید که بدون بررسی در حقیقت
سازه ها اومدن و به همه اینا موافقت دادن برای پایان کار. هر خونه‌ای که شما می‌خواید در تهران بخرید حتما به زیرزمین پارکینگش برید و ترک‌های اونجا رو دقیقاً دقت بکنید. اگر این دقت رو انجام بدید و نگاه بکنید چه ترک‌هایی خورده در اون ساختمان و آیا زاویه به خصوصی دارن، حتما از یک کارشناس بپرسید که دلیلش چیست. آیا افت در حقیقت پی ساختمان بوده، یعنی بعد از اینکه ساختمان ساخته شده پی یه مقدار افت کرده و این چه خطراتی داره؟ و این مسئله است که حتما باید شهروندان بهش توجه کنن. ولی البته مشکل فقط تهران هم نیست، به هر حال شهرهای دیگه آسیب پذیر هستن. ولی شما میدونید که کدوم شهر آسیب پذیری کمتری داره به نسبت شهرهای دیگه، یا کدوم مناطق آسیب پذیری کمتری دارن؟ باید به سابقه در حقیقت شهرهای مختلف هم دقت کنیم. اما توجه کنید که بسیار از شهرهای ایران در کنار رودخانه ها، در کنار کوه ها، جای خوش آب و هوا تری بودن ساخته شدن. خود کوه نماد این هست که پوسته زمین در منطقه فعال بوده. وجود دره هایی در اون کوه نشون میده که فعالیت زیاد بوده. میگن دره فقط حاصل فرسایش نیست، حاصل شکستگی هم هست که بعد آب میتونه فرسایش رو بیشتر بکنه و مسیر رودخونه است. مثلا اوین دره که شما برید ببینید در شمال تهران، هم گسل های فراوانی رو میبینید و هم رودخونه رو میبینید. ترکیب فرسایشی هر جا که نزدیک کوه باشه میتونه خطرناک باشه، باید بررسی بشه، نقشه بررسی بشه. بخش هایی در ایران مرکزی هستند که به قول معروف روی کمتر آسیب پذیری کمتری دارن، به قول معروف پیای گرانیتی قدیمی معمولا آسیب پذیری کمتری دارن. متاسفانه وقت برنامه‌مون تموم شده، ولی خیلی ممنون از اطلاعاتی که دادید، ممنون از اینکه در برنامه ما شرکت کردیم. بینندگانمون میتونن با شما تماس بگیرن و سوالاتی که اگه دارن در این زمینه رو بخواد. سایت خودنویس بخشی رو برای همین مسئله ایجاد داره میکنه که شهروند، روزنامه نگاران و وبنویسان هم بتونن نظراتشون رو اونجا عنوان بکنن و طبیعتاً در خدمت شما هستیم. ممنون آقای نیکاهنگ کوسر از اینکه با ما بودید. خب اگه موافق باشید قبل از اینکه ماندانا برای جمع‌بندی نظرات شما برگرده به استودیو، گزارش دیگری رو با هم ببینیم. مهمترین زلزله‌های جهان در سال‌های گذشته. پرقدرت‌ترین زلزله‌ای که در 100 سال اخیر در جهان به ثبت رسیده، زلزله سال 1960 شیلی است. بزرگی این زلزله 9.5 ریشتر بود و سونامی ناشی از این زلزله در شیلی، هاوایی، ژاپن، فیلیپین، زولاند نو، جنوب شرقی استرالیا و حتی آلاسکا نیز مشاهده شد. کانون زلزله در 900 کیلومتری جنوب سانتیاگو پایتخت شیلی قرار داشت. سونامی به شدت به سواحل شیلی صدمه وارد کرد و در برخی مناطق طول امواج به 25 متر هم رسید. تلفات جانی و صدمات وارد شده از زلزله 50 سال پیش در شیلی و سونامی حاصل از آن دقیقاً روشن نیست، اما تخمین زده می شود که بین 200 تا 600 هزار نفر در آن واقعه کشته شدند. صدمات وارده با در نظر گرفتن ارزش پول امروز مبلغی بین 3 تا 6 میلیارد دلار بوده. بعد از زلزله شیلی، پرقدرت‌ترین زلزله‌های ثبت شده در جهان زمین لرزه سال 1964 آلاسکا و زمین لرزه سال 2004 اندونزی است که بزرگی آنها به ترتیب 9.2 و 9.1 ریشتر بود. زلزله آلاسکا بزرگترین زلزله ثبت شده در آمریکا نیز محسوب می‌شود. سونامی ناشی از آن زلزله و همچنین فرو ریختن ساختمان‌ها حدود 130 کشته بر جای گذاشت. صدمات مالی وارد شده نیز به پول امروز بیش از 2 میلیارد دلار بود. اما در سومین زلزله قدرتمند به ثبت رسیده، زمین لرزه سال 2004 اندونزی و سونامی ناشی از آن، بیش از 230 هزار نفر در 14 کشور کشته شدند. بیشترین تلفات و صدمات در اندونزی، سریلانکا، هند و تایلند روی داد. برخی مناطق ساحلی شاهد امواجی به ارتفاع 30 متر بودند. بیش از 14 میلیارد دلار کمک‌های جامعه جهانی برای بازسازی و کمک به بازماندگان این فاجعه اختصاص یافت. در حالی که زلزله اندونزی در فهرست مرگبارترین زلزله‌های تاریخ قرار دارد، اما به نظر می‌رسد زلزله‌ای که نزدیک به 5 قرن پیش در سال 1556 میلادی در چین روی داد، مرگبارترین زلزله تاریخ بوده است. بنا به اسناد تخمین زده می شود در آن زلزله بیش از 800 هزار نفر کشته شدند. بزرگترین زمین لرزه ثبت شده ای که در ایران روی داده، زلزله 7.8 ریشتری طبس در سال 1978 است که حدود 15 هزار کشته بر جای گذاشت. مرگبارترین زمین لرزه ثبت شده در ایران نیز زلزله سال 1990 رودبار است که در آن دست کم 40 هزار نفر کشته شدند. با
ماندانا هستیم که با نظرات شما در استودیو با ماست. خب ماندانا چی گرفتی؟ سارا اگه بخوایم یه دستبندی کوچولو بکنیم، اول یه نگاهی می‌کنیم به مشکلاتی که آدما بهش اشاره کردن در این مورد. مثلا رضا از بجنورد نوشته که همه توجه به زلزله در تهران است، اما استان‌های دیگر وضع نگران کننده دارن، به خصوص مناطق کویری یا شرق ایران که اغلب خانه‌ها گلی و سست هست و با یک زلزله کوچیک هم خطر جدی است، که فکر کنم خودت هم اشاره کردی با مهمان که صحبت می‌کردیم. آیدا نوشته که ما از تاریخ درس نمی‌گیریم، زلزله بوئین زهرا شد و مقاومت‌سازی نکردیم و رودبار عزادار مون کرد، زلزله رودبار رو فرموش کردیم و در بم باز خسارت دیدیم، این 7 سال اخیر هم هیچ توجهی به مقاوم سازی نکردیم. امیر محمد از رشت نوشته که مشکل عمده بی‌توجهی مسئولین هست، از این به بعد هم وضع بدتر خواهد شد، با توجه به حذف یارانه‌ها قیمت ساختمان‌ها افزایش پیدا می‌کنه و سازندگان در پی حذف و اجرا نکردن قوانین هستند، چون قیمت سیمان و مصالح ساختمانی و قیمت حمل و نقل اونها چند برابر شده. و سلمان هم از اهواز مشکلات رو اینجوری نوشته که در سالهای گذشته شهرداری ها اقدامات زیادی در استانداردسازی شهرک ها کردن، ولی فساد اداری از اجرای این طرح جلوگیری کرده و ساختمان سازان و انبوهکاران بیشتر منافع شخصی خودشون رو در نظر میگیرند. سلمان در ادامه نوشته که باید با بکار بردن سازه های سبک و معیارهای نوین شهرسازی اقدام به پیشگیری و آبادانی هرچی بیشتر شهرها و نظام ساختمانی کرد. همه روی مسئله خیلی تاکید کردن، مقاومت‌سازی ساختمان ها درسته. توی ایمیل ها هم باز چند تا نظر داریم. ایمیلی از علی از رفسنجان که نوشته جلوگیری از شهرسازی در مناطق زلزله خیز، دادن تسهیلات از سوی دولت به مردم برای ایمن سازی ساختمان ها و فرهنگ سازی در جامعه برای شناخت راه های کاهش خسارت زلزله احتمالی. نظر علی بود. و کوروش از تهران توی ایمیلش نوشته که مهمترین مؤلفه ساختن خانه های استاندارد و ایمن است. هر وقت در کشورهای غربی یک زلزله رخ میده، دولت ایران اون رو به کافر بودن غربی ها مربوط میدونه، ولی اگر زلزله شدیدی در ایران به وقوع بپیونده، اون رو یک امتحان الهی مینامند. نظر کوروش بود. و توی فیسبوک هم چند تا نظر اگه بتونم بخونم، با اینکه میدونم وقت زیاد نداریم، اگه بتونی یه دونه نظرم از فیسبوک بخونی. بامداد نوشته که ساختمان سازی استاندارد و دادن آموزش‌های مناسب در این زمینه که هر دو باید از طرف دولت انجام بشه، که متاسفانه خبری نیست. شهریار نوشته که تحت حکومت حاضر هیچ حرکت مردم دوستانه‌ای صورت نمیگیره، چون جان انسان‌ها برای حکومت فاقد ارزش هست. در یک حکومت ایدئال باید برنامه‌ای رو طراحی کرد که ساختمان‌ها، پل‌ها و راه‌ها محکم سازی بشه و به تجهیزات زلزله‌گیر مسلح بشن. و صادق هم نوشته که منازل قدیمی رو تخریب کنن، استحکام ساختمان‌ها رو بالا ببرن که با یک زلزله ضعیف کسی از بین نره. همونطور که خود گفتی، از همه بیشتر به استحکام و محکم سازی ساختمان‌ها اشاره شده. مرسی ماندانا از اینکه نظراتو با ما در میون گذاشتی. تا لحظات دیگر برمیگردیم برای معرفی موضوع برنامه فردا شب. موضوع فردا شب برنامه روی خط، به نظر شما جرم سیاسی چه تعریفی داره؟ اصلا آیا سیاست جرمه؟ آیا کسی که سیاسی باشه میتونه مجرم باشه؟ همه این سوال‌ها رو فردا شب با شما مطرح خواهیم کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید داره که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه علنی است. در سالهای گذشته برای محاکمه مطبوعاتی ها هیئت منصفه تشکیل شده، اما با گذشت بیش از 30 سال هنوز جرم سیاسی تعریف نشده و این وسط خیلی از فعالان سیاسی محاکمه میشن و برخی هم احکام سنگین دریافت میکنن. دستگاه قضایی میگه چون جرم سیاسی تعریف نشده، این افراد باید بر اساس قوانین عادی محاکمه بشن. در مقابل وکلا میگن خب جرم سیاسی تعریف نشده، ولی هیئت منصفه که میتونه در دادگاه باشه یا دادگاه که میتونه علنی باشه. در چند سال گذشته تلاش‌هایی برای تعریف جرم سیاسی صورت گرفته، اما هیچ کدوم به نتیجه نرسیدن و جرم سیاسی بی تعریف مونده. به نظر شما چرا جرم سیاسی تعریف نمیشه؟ آیا شما برای جرم سیاسی تعریفی تو ذهنتون دارید؟ آیا اصلا سیاست عملی مجرمانه است که حالا تعریفش کنن؟ بیایید روی خط و نظر بدید. شماره پیامگیر ما رو هم یادداشت کنید. 201-202-205-9942. بعد از این شماره هم کد 92 رو بزنید و پیام بذارید. ایمیل و وبلاگ برنامه
رو هم فراموش نکنید. منتظر پاسخهای شما به این سوال هستیم. به نظر شما چرا جرم سیاسی تعریف نشده و آیا اساسا سیاست پیشگی میتونه جرم به حساب بیاد یا نه؟ به پایان روی خط امشب رسیدیم. ممنونم از تک تک شما که ما رو تا این ساعت همراهی کردید و امیدوارم از برنامه امشب ما استفاده کرده باشید. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار.